سامانه توپ ضد هوایی سعیر که در سازمان صنایع دفاع به تولید انبوه رسیده است، در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل شد. سردار وحیدی در مراسم تحویل دهی این سامانه ضد هوایی گفت توپ ضد هوایی سعیر که گزینه بسیار خوبی برای پوشش هوایی توپخانه‌ای در ارتفاع پست و متوسط قلمداد می شود، در سازمان صنایع دفاع به صورت کاملا بومی طراحی و به تولید انبوه رسیده است. ارزان سازی و ارزان بودن، ضریب اسمینان بالا برای انهدام هدف مورد نظر با توجه به داشتن سیستم های ردگیر راداری و الکترواپتیکی از مشخصات این سامانه هست. با تحویل دهی انبوه سلاح مذکور، قدرت پدافند هوایی کشور در ارتفاع پست و متوسط به نحو مطلوبی افزایش می‌یابد، به ویژه آنکه بهره‌گیری گسترده آن توسط نیروهای بسیجی توان بیشتری در حفاظت از مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. برنامه داریم که انشالله بخش پدافند مردم پایه رو که با تکیه بر بسیج هست، انشالله در بخش توپخانه‌های برد متوسط توسط این مجموعه راه اندازی بکنیم. تنوع، حجم و کیفیت بالای محصولات صنایع وزارت دفاع مجموعه ای از توانمندی های بومی را در کشور ایجاد کرده که قادر است بدون اتکا به خارج و بدون هراس از هر نوع تحریمی نیازمندی های نیروهای مسلح را تأمین کند. سیستم عملیاتی این سامانه توپ ضد هوایی طوری طراحی شده که از طریق روش‌های راداری و اپتیکی خودش هدف رو رهگیری و دنبال می‌کنه و بدون نیاز به خدمه یا اپراتور می‌تونه اون هدف رو منهدم کنه. با توجه به اینکه الان این سیستم اپتیکی و راداری روی بنده به عنوان هدف زوم شده، الان بنده هر سمتی که حرکت بکنم این هم به همون مسیر حرکت می‌کنه.